اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سیما على بقیة الله المنتظر ولعنت الله على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. عرض سلام و عرض ادب نسبت به یکایک عزیزان بیننده. بحث خود رو پی میگیریم. موضوع بحث آثار و برکات مجالس اعضای اهل بیت و مجالس بزرگداشت اهل بیت بود. مطالبی رو در جلسات گذشته محضر شما گرامیان و عزیزان عرض کردیم. در این جلسه یکی دیگر از آثار و برکات این مجالس عظیم اشاره خواهیم کرد و تقدیم شما عزیزان میکنیم. یکی دیگه از آثار و برکات کلیدی این مجالس مسئله گرد همایی و اجتماع برادران ایمانی است. گرد همایی مؤمنان و بهره مند شدن از فواید گوناگون این گرد همایی نورانی و دینی است. خود مجالس اهل بیت از بهترین و مبارکترین و نورانیترین اجتماعات و گرد همایی هاست. در عالم گرد همایی های زیادی برپا میشه که بسیاری از آنها هیچ ارزشی نداره و یا خیلی ارزش پایینی داره و یا خلاصه میشود در امیال و اغراض دنیایی و مادی و بسیاری از آنها هم بسیار زیانبار است برای اجتماعات بشری که در این زمان خودتون می دانید و نیازی به تصریحش نیست. بسیاری از سازمان های بین المللی که به اسم حقوق بشر و برای خدمت به بشریت تشکیل شده و می شود اما آثار زیانباری برای بشر داشته و دارد. خود این گرد همایی ها منشأ نابسامانی ها، تبعیض ها، جنگ های ویرانگر و زیانباری شده است. خب این در سطح کلان و در سطح دنیاست. حالا در سطح کشورها همینطور، در سطح یک کشور و محیط های کوچک هم همینطور و حتی گاهی در گرد همایی های فامیلی و خانوادگی و یا صنفی که لذا در روایت داره بسیاری از این مجالس روز قیامت مایه حسرت و غم و اندوه شرکت کنندگان در این مجالس خواهد بود. تأسف می‌خورن که این مجالس برای اونها هم از ندر دنیا، چون انسان خیلی وقتا اینجا متوجه نمیشه، وقتی منتقل به عالم برزخ شد و در روز قیامت متوجه میشه که چه لحظات زیانبار و خسارتباری رو در قالب این مجالس سپری کرده است. خداوند ما رو از این مجالس حفظ کنه، آذن الله منها. اما بعضی از مجالس که اینها تا
تجارتا لن تبور، یعنی تجارتی است که هیچ گونه ضرر و زیانی در آن نیست، سود خالص، فایده خالص. اگر انسان نسبت به این مجالس معرفت پیدا بکنه، اینها رو باید بشناسه. گفت قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. ما این رو باید از زبان معصومین باید بشنویم. امام صادق که می‌فرماید که ان تلک المجالس احبها، این مجالس رو من دوست می‌دارم، امام صادق می‌داند این قدر این مجالس و ارزش این مجالس رو. بسیاری از این مجالسی که در تشکیل میشه، اینا مجالس زیانبار و خسارتبار است، یا اگر فوایدی هم داره مشتمل بر زیانها و خسارتهایی است، یا افکار رو مسموم میکنه در قالب این مجالس، یا رفتار رو مسموم میکنه، تربیتهایی رو مخدوش میکنه، آموزشهای غلطی رو منتقل میکنه، حقایقی رو تحریف میکنه. اما مجالس اهل بیت، اینا مجالس الهی است، مردان برگزیده الهی، و این مجالس به نام اونها، یاد اونها، ذکر سیره و سنت و روش قولی و عملی اونهاست. این مجالسی که معارف اونها و معارف قرآن، که اینها با قرآن حلیف قرآنن، عدل قرآنن، جدایی ناپذیر و غیر قابل انفکاک از قرآنن، طبق حدیث شریف ثقلین فرمود انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. این مجالس، مجالس عرض می شود ناب حقایق و معارفند، اینا فایده محضند، از آسیب ها و ضرر ها مسونند اگر درست پیاده بشه و برپا بشه. ولذا خود این گرده همایی و این مجالسی که مؤمنین درش گرد همایی دارن، از آثار و برکات و گوناگون مادی و معنویش، نه فقط معنوی، مادی هم همینطور بهره‌مند میشن. همدلی از آثار این مجالس، کم شدن فاصله های مؤمنان از یکدیگر در این مجالس، اونس پیدا کردن و الفت گرفتن و آرامش پیدا کردن در اثر این مجالس یکی از آثارش، مواسات با مال و جان یکی از آثار این مجالسه. در این مجالسه که مؤمنان با همدیگه مواسات میکنن، از آبروشون، از مالشون، از وقتشون برای حوائج برادران دینیشون و یکدیگر مایه میگذارن. اینا از برکات این مجالس. اتحاد یکی از آثار این مجالس. تفرقه و اختلاف، این از آثار شیطان و شیاطینه. اون وقت در مجالسی که به نام اهل بیت برپا میشه، انسان وقتی حضور پیدا میکنه و مؤمنان این گرد همایی عظیم معنوی و نورانی رو تشکیل میدهند به یاد اهل بیت، به نام اهل بیت، این کدورت ها، فاصله ها، اختلاف ها، تفرقه ها کم میشه و دل ها به هم نزدیک میشه، اتحاد صورت میگیره. خود این مجالس اهل بیت و این گرد همایی ها نوعی اطلاع رسانی و اطلاع یابی از عرض میشود درد ها و آلام ها و همچنین از درمان هاست و داروهاست. یعنی انسان، مؤمنین وقتی در مجالس اهل بیت، در این گرد همایی عظیم و نورانی و مقدس شرکت میکنن، از دردهای یکدیگر مطلع میشن، از گرفتاری های همدیگه مطلع میشن، از درمانها و داروهای اون هم مطلع میشن. ولذا یکی از آثار و برکات این مجالس این مسئله است. ولذا نباید این رو دست کم بگیریم. یا
یکی دیگه از آثار و برکات این مجالس، حالا من از این میگذرم، باز اینجا توضیح خیلی زیادی داره، همین مقدار اکتفا میکنم. یکی دیگه از آثار و برکات این مجالس بهره‌مندی فقرا، ضعفا و مستمندان در جامعه است. بسیاری از خانواده های فقیری هستند که اینا انسان های آبرومندی هستند که صورت هاشون رو با سیلی سرخ نگه میدارن یا آبروشون حفظ بشه و ابراز نمی کنند. بسیاری هستند که اینا در طول سال غذای مناسبی نمی خورند، کسی سراغ اونها رو نمی گیره، اما به برکت مجالس اهل البیت اینها بهره‌مند میشند. با تذکراتی که مبلغین در این جلسات و خیرین در این جلسات میکنند کمک های جمع‌آوری میشه، حتی نذوراتی که در این مجالس داده میشه در طول ماه رمضان و مجالسی که به نام اهل بیت و در نام قرآن برپا میشه و در طول سال به نام اهل بیت در جلسات موالید ائمه اطهار اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم و در شهادت هاشون به خصوص در ایام محرم و سفر و دیگر مناسبت ها برپا میشه، یکی از آثار و برکاتش اینه که فقرا و ضعفا مستمندان اینها از اطعام این مجالس، نذورات این مجالس و همچنین از دستگیری و کمکدهی مؤمنان که در پرتو این مجالس انجام میشه بهره مند میشن. این خیلی مهمه، به خصوص در زمان ما، در این ایامی که گرانی بیداد میکنه، مریضی کرونا و بعضی از امراض دیگر دامن خیلی از خانواده ها و مؤمنین رو گرفته است. در سراسر عالم اینجوریست، به خصوص در بعضی از کشورها شیوع بیشتری داره به خاطر ظلم ستمگران و مستکبران، تحریم آنها و یا ظلم ثروتمندان و کسانی که از مواهبی برخوردارند و اینها ظلم میکنن برای اینکه به ثروت بیشتری برسن، بازار اسلامی رو به هم میریزن و اون وقت دودش و تبعاتش دامن کسانی رو میگیره که اینها در جامعه از امکانات برخوردار نیستن، فقیرن، مسکینن، از امکانات در جامعه برخوردار نیستن، اینها گرفتار میشوند. لذا یکی از فرصتها و آثار و برکاتی که مجال برپایی مجالس اهل بیت داره اینه که همین فقرا دستگیری میشند، بهره‌مند میشن، هم از مواهب مادی و هم از مواهب معنویش، هم از تغذیهش، هم از عرض می شود که اون ابزار و آلاتی که در این مجالس تهیه میشه. خیلی از جهیزیه ها برای دخترانی که تو خانه ماندن به خاطر جهیزیه در پرتو این مجالس اهل بیت مؤمنین دلهاشون عرض می شود که مستعد میشه و توفیق پیدا میکنن و عرض می شود که دستگیری میکنن از فقرا. نذوراتی که در این مجالس میشه خیلی عجیبه و بهت‌انگیزه که انشاءالله در جلسه بعدی من به اون اشاره خواهم کرد. خداوند انشاءالله توفیق شرکت در باقیات الصالحات، شرکت در این مجالسی که یکی از بهترین باقیات الصالحات هستش رو به همه ما و فرزندان ما عنایت بفرماید. به جاه محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.